سرخط اخبار. سخنان زد و نقیض مقام‌های دولتی ایران درباره احتمال خروج از برجام در صورت تمدید تحریم تسلیحاتی. واکنش ربیعی به خبر ارسال 9 تن شمش طلا از ونزوئلا به ایران به کسی ارتباط ندارد. ضرب العجل سه روزه شورای تامین به مردم خوزستان. انتقاد سخنگوی دولت از همکاری 62% تهرانی ها. انتقاد تند نماینده اصولگرا از حقوقدان شورای نگهبان. چرا با سلیقه خود انتخابات را مهندسی می کنید؟ برادرزاده ام در قم تایید صلاحیت شد ولی در گرمسار رد صلاحیت. با عرض سلام خدمت مخاطبان کانال سرزمین مادری، ممنون از همراهی شما. برای حمایت از ما کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو فشار دهید. مشروع اخبار. در حالی که عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هشدار داده در صورت تمدید تحریم تسلیحاتی ایران چیزی از برجام باقی نخواهد ماند، علی ربیعی سخنگوی دولت میگوید هنوز تصمیمی درباره خروج از برجام گرفته نشده است. موسوی روز دوشنبه 15 اردیبهشت ماه در نشست خبری با رسانه ها اعلام کرد پاسخ ایران به تمدید تحریم تسلیحاتی مقتضی و قاطع خواهد بود. پیشتر علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در توییتی نوشته بود پیکر کمجان برجام با دور زدن قطعنامه 2231 و تداوم غیرقانونی تحریم تسلیحاتی ایران به مرگ ابدی خواهد رفت. موسوی با دقیق و مهم خواندن حرف‌های شمخانی در ادامه افزود اگر منافع ما در این زمینه تأمین نشود طبیعی است که ایران در برابر این موضوع واکنش قاطعی نشان می‌دهد و همانطور که اشاره شده در آن صورت چیزی از برجام باقی نمی‌ماند و آن وقت ایران در ارتباط با این گونه اقدامات تدابیری که اتخاذ کرده است را اجرا می‌کند. با این حال ربیعی روز دوشنبه در پاسخ به پرسش یک خبرنگار درباره تصمیم دولت ایران در صورت تحریم مجدد تسلیحاتی گفت درباره نحوه واکنش و گزینه‌های مختلفی که در اختیار داریم با توجه به روندهایی که داریم تصمیم می‌گیریم. تصمیمی درباره خروج ایران از برجام در راستای تمدید مجدد تحریم‌های تسلیحاتی نداریم. پیشتر مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا گفته بود که کشورش اجازه نخواهد داد ایران بعد از پایان تحریم‌های تسلیحاتی سلاح خریداری کند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در ادامه در ارتباط با تنش‌های اخیر میان نیروی دریایی ایران و آمریکا در خلیج فارس و احتمال برقراری تلفن اضطراری میان دو کشور گفت ارتباطات رادیویی میان کشتی‌های ایران و آمریکا بر اساس مقررات دریانوردی برقرار است. ولی خط تماس اضطراری میان مقام‌های سیاسی و نظامی دو کشور برقرار نیست. واکنش به حمله وطن امروز به سفیر آلمان. موسوی در بخش دیگری از نشست خبری خود به یادداشت روزنامه وطن امروز و افسر اطلاعاتی خواندن سفیر آلمان واکنش نشان داد. او گفت مرجع تشخیص مسائل امنیتی و مسائل مرتبط با این موضوع وزارت اطلاعات است. و یک رسانه نمیتواند بر اساس گزارش‌های خود چیزی را به کسی در این زمینه منتسب کند. روزنامه وطن امروز در نسخه روز دوشنبه‌اش با اشاره به تصمیم اخیر دولت آلمان مبنی بر قرار دادن حزب الله لبنان در فهرست سازمان‌های تروریستی، مایکل کلربرشتول سفیر آلمان در تهران را جاسوس صهیونیست‌ها خوانده و خواستار برخورد با او شده است. این روزنامه نوشت سفیر آلمان معاون پیشین رئیس سازمان اطلاعات این کشور بوده که رابطه نزدیکی با سازمان اطلاعات اسرائیل موساد دارد. موسوی در این زمینه اشاره کرد که در صورت عدم فعالیت سفرا در چارچوب دیپلماتیک و قوانین جمهوری اسلامی، وزارت اطلاعات به این موضوع رسیدگی می کند. با وجود آنکه پیشتر وزارت امور خارجه ایران دریافت شمش طلا از ونزوئلا را رد کرده بود، علی ربیعی سخنگوی دولت بدون رد مستقیم این موضوع گفت روابط ایران و ونزوئلا به هیچ کشور سومی ارتباط ندارد. ربیعی روز دوشنبه 15 اردیبهشت ماه طی یک نشست خبری در پاسخ به سؤالی درباره ارسال شمش طلا به ایران با هواپیمایی ماهان در ازای بازسازی صنعت نفت ونزوئلا گفت روابط ایران و ونزوئلا یک ارتباط قانونی بوده و بر مبنای توافق دو دولت شکل گرفته است و به هیچ کشور ثالثی ارتباط ندارد.
سخنگوی دولت ایران در ادامه گفت تعامل میان ایران و ونزوئلا بر مبنای اصول حقوق بین الملل شکل گرفته و به سایر کشورها ارتباط ندارد. ربیعی همچنین گفت که آمریکا روی این خبر فضاسازی رسانه‌ای ایجاد می‌کند. پیشتر نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ونزوئلا گفته بود که ونزوئلا احتمالاً برای بازسازی صنعت نفت خود به ایران طلا می‌دهد. خبرگزاری بلومبرگ نیز روز 11 اردیبهشت ماه در گزارشی نوشته بود دولت ونزوئلا که با خزانه خالی مواجه شده برای ترمیم صنایع فرسوده نفتی خود به کمک ایران مجبور به پرداخت دستمزد با شمش‌های طلا شده است. بلومبرگ به نقل از منابعی که اطلاعات دست اولی از این موضوع داشتند، ارزش طلاهای ارسالی در ماه میلادی آوریل را معادل 500 میلیون دلار عنوان کرده بود. با این حال عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، دریافت طلا از ونزوئلا را رد کرده و سخنان مطرح شده در این باره را زمینه‌سازی برای اعمال فشار بیشتر بر ونزوئلا و اخلال در روابط تهران و کاراکاس عنوان کرده بود. ونزوئلا صاحب بیشترین ذخایر نفتی اثبات شده در جهان است، اما به گفته تحلیلگران تولید نفت در این کشور به علت فساد و نبود سرمایه گذاری بسیار پایین تر از ظرفیت تولید است. 3 هفته پس از آغاز روند بازگشایی ادارات و واحدهای صنفی تحت عنوان فاصله گذاری هوشمند، شورای تأمین خوزستان به مردم اهواز و چند شهر خوزستان 3 روز فرصت داد تا برای جلوگیری از قرنطینه دستورالعمل‌های بهداشتی را اجرا کنند. علی ربیعی سخنگوی دولت نیز گفت که مردم تهران در اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند پس از بازگشایی‌ها نمره قبولی نمی‌گیرند، چون فقط 62%شان در اجرای این طرح همکاری کردند. رضا نجاتی سخنگوی ستاد مدیریت بیماری کرونا در خوزستان از تعیین ضرب العجل برای چند شهر در این استان خبر داد و گفت بر اساس مصوبه شورای تامین در صورتی که تا 3 روز دیگر مردم به دستورالعمل‌های بهداشتی بی توجهی کنند این شهرها قرنطینه خواهند شد. تعیین ضرب العجل برای مردم چند شهر از جمله اهواز مرکز استان خوزستان پس از آن صورت گرفت که به دنبال بازگشایی هایی که با دستور حسن روحانی از 23 فروردین ماه آغاز شد، روند به نسبت کنترل شده شیوع کرونا در استان خوزستان به روندی صعودی تبدیل شد که در روزهای اخیر این استان را در صدر آمارهای رسمی ابتلا به کرونا در کشور قرار داده است. رضا نجاتی سخنگوی ستاد مدیریت بیماری کرونا در خوزستان گفت از روز دوشنبه 15 اردیبهشت ماه 100 اکیپ متشکل از نمایندگان بهداشت، تعزیرات، اماکن، نیروی انتظامی، نیروی بسیج و شهرداری ها تحت مدیریت فرمانداری ها از تمام صنوف، بازارهای سرپوشیده و پاساژ ها بازدید خواهند کرد و در صورت عدم رعایت پروتکل های بهداشتی با هماهنگی دستگاه های قضایی پلمب خواهند شد. همزمان بهرام جباری رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت معدن و تجارت خوزستان صبح دوشنبه 15 اردیبهشت ماه از پلم 5670 واحد صنفی در این استان به علت رعایت نکردن دستورالعمل‌های بهداشتی و فعالیت غیر ضروری در شرایط کرونایی خبر داد. مجموع بیماران شناسایی شده کرونا در استان بر اساس آمارهای رسمی 3206 نفر رسیده و سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت که تا کنون 226 نفر جان خود را از دست داده اند، اما بر اساس آمارهای ایران اینترنشنال دست کم 296 نفر در خوزستان بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست داده اند. همزمان علی ربیعی سخنگوی دولت از کم توجهی مردم در تهران به دستورالعمل‌ها انتقاد کرد و گفت که در جلسه یک شنبه 14 اردیبهشت ماه ستاد ملی مدیریت کرونا آخرین وضعیت شیوع کرونا گزارش شد و در یک ارزیابی متوسط همکاری مردم در سطح کشور 83% بوده، اما تهرانی ها نمره خوبی نمی گیرند و تنها 62% تهرانی ها با پروتکل ها همکاری کردند. ربیعی برخلاف هشدارهای مقام های برخی از استان ها از جمله خوزستان درباره شتاب گرفتن شیوع کرونا در این استان گفت خوشبختانه هنوز پیک خطرناک جدیدی نداشته ایم و میزان جان باختگان با شیبی ملایم رو به پایین است. نماینده گرمسار گفت اختیار دست حقوقدان شورای نگهبان است و خودش عمل می کند
و انتخابات را بر اساس سلیقه خود مهندسی می کند و می گوید من مهندسی نکردم. به گزارش خبر آنلاین، غلامرضا کاتب نماینده اصولگرای مردم گرمسار در نشست علنی امروز مجلس در جریان بررسی ماده 4 طرح اصلاح قانون انتخابات با ارائه پیشنهادی مبنی بر اینکه مبنای التزام به اسلام اقرار فرد باشد گفت مهمترین اصل در نظام جمهوری اسلامی اعتماد عمومی است. بعضاً مطرح می‌کنند که چرا مجلس در این شرایط به این موارد می‌پردازد و باید به وضعیت معیشت مردم رسیدگی کند. مردم از ما می‌خواهند که عدالت و آزادی در مجلس ذبح نشود و وظیفه ماست که اجازه ندهیم هر کسی بر اساس نظرات شخصی خود نظر دهد. او ادامه داد پیشنهادی که بنده دادم با آقای امیرآبادی مطرح کردم و ایشان گفتند در بحث ابراز وفاداری اقرار می شود اما در بحث التزام نمی شود. کاتب گفت ما در اینجا آورده ایم در ابراز وفاداری به اسلام و نظام ملاک تشخیص آن چیست. یک حقوقدان که تشخیص هم ندارد می گوید تو التزام نداری. کاندیدا می گوید دارم اما حقوقدان نمی پذیرد. اینجا ملاک چیست؟ هر چیزی که بگوید که اختیار دست حقوقدان شورای نگهبان است و خودش عمل می کند و انتخابات را بر اساس سلیقه خود مهندسی می کند و می گوید من مهندسی نکردم. من به عنوان نمونه می گویم در همین انتخابات برادرزاده ام در حوزه انتخابیه قم با 32 سال سن تایید شد. وقتی من رد صلاحیت شدم او را منتقل کردیم به گرمسار، اما وقتی منتقل شد او رد صلاحیت شد. خب مهندسی یعنی چه؟ یعنی همین. او همچنین گفت پیشنهادم این است که ابراز وفاداری باید بر اساس اقرار فرد باشد و در اسلام هم همین است. وقتی طرف شهادتین را خواند مسلمان است، اما در نظام جمهوری اسلامی ایران بالای 130 نماینده را به عناوین مختلف رد صلاحیت می کنیم. ما قانونگذار هستیم و باید قانون را باید به گونه‌ای بنویسیم که نتوانند از آن برداشت سلیقه‌ای کنند یا مهندسی کنند و به نظام ضربه بزنند و اعتماد مردم را از آنها بگیرند. کاتب در پاسخ به پژمانفر گفت پژمانفر میگوید مردم تشخیص میدهند. باید بگویم شما دارید تایید میکنید و مردم آنچه شما تایید میکنید را تشخیص میدهند. وقتی شما افراد را تایید نمیکنید مردم کجا تشخیص بدهند شما دارید به جای مردم تشخیص میدهید؟